کنفرانس جهانی مخابرات بین المللی روز دوشنبه با شرکت 193 کشور در امارات متحده عربی آغاز شد. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس درباره اعمال اصلاحاتی بر روی قوانین بین المللی مخابرات و معاهده سال 1988 بحث و گفتگو می کنند. در این اجلاس کشورهای طرفدار آزادی اینترنت در مقابل دولت‌های مدافع سانسور و محدود کردن آن قرار می‌گیرند. شرکت‌های بزرگی چون گوگل از تصویب قواعد جدید در زمینه اینترنت استقبال نمی‌کنند. اینترنت همواره هدف حملات گوناگون قرار می‌گیرد. کشورهایی که در آنها آزادی بیان وجود ندارد، اینترنت را تهدیدی برای خود به حساب می‌آورند. حدود 40 کشور در دنیا اینترنت را سانسور می‌کنند و مشکلاتی برای کاربران آن به وجود می‌آورند. اخیراً دادگاهی در مسکو حکمی صادر کرد که به موجب آن ویدیویی از گروه موسیقی پوسی رایوت علیه ولادیمیر پوتین و افرادگرایانه تلقی شده است. به موجب این حکم ویدیو باید از روی وبسایت‌های مختلف حذف شود. این مثال به خوبی نشان دهنده آن است که مسکو خواهان اعمال کنترل بر روی اینترنت است. روسیه همانند چین خواهان قواعد جدید در زمینه اعطای اختیارات به کشورها هستند تا آنها بتوانند در مرزهای خود قواعد و قوانین مربوط به اینترنت و استفاده از آن را تصویب کنند. استفاده روزافزون و روبه رشد از اینترنت در 10 سال آینده امری بدیهی و واضح به نظر می آید. سرورهای مرکزی پرسرعت به تدریج جایگزین شبکه‌های محلی شدند، امری که به تمام دستگاه‌های الکترونیکی امکان اتصال به اینترنت را می‌دهد. اما هنوز برخی کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود امکانات دسترسی محدودی به اینترنت دارند. قواعد مربوط به ارتباطات از سال 1988 تا کنون تغییری پیدا نکرده است. با این وجود انتظار از این اجلاس این است که امکان دسترسی به اینترنت و تکنولوژی اطلاع رسانی برای همه کشورهای دنیا وجود داشته باشد.